حضرت آیت الله خامنه طی حکمی با تقدیر از تلاش های خستگی ناپذیر و دلسوزانه مهندس عزت الله زرغامی آقای محمد سرفراز را برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حکم با اشاره به مسئولیت تاریخی رسانه ملی در حفظ و ارتقای استقلال فرهنگی و هویت انقلاب ایران اسلامی تاکید کردند سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه به مسابقه دانشگاه عمومی وظیفه گسترش دین، اخلاق، امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در میان آهاد ملت را بر عهده داشته و به عنوان موتور محرک و مشبق پیشرفت کشور وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز کمک به مدیریت اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست کلان نظام و تحقق سند چشمنداز کشور را بردوش دارد متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد سرفراز با پایان یافتن دوره مسئولیت جناب آقای مهندس سید عزت الله زرقامی که با تلاش و کوششی خستگی ناپذیر و دلسوزانه و مبتکرانه همراه بود جناب علی را با توجه به صلاحیت هایی که به حمد الله از آن برخوردارید و با آگاهی از تجربه طولانی مدیریتی تان در رسانه ملی و آشنایه های تان با این مجموعه بزرگ و مهم برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم. سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه به مسابه دانشگاه عمومی با تکیه بر فعالیتها ها و برنامه های حرفه‌ای پیشرفته و عمیق رسانه‌ای وظیفه گسترش دین و اخلاق و امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی در میان آهاد ملت را بر عهده دارد. مسئولیت تاریخی رسانه ملی در مقطع کنونی حفظ و ارتقای استقلال فرهنگی و خوبیت انقلاب ایران اسلامی است. عزم ملی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی آهاد جامعه در مسیر اهداف بلند نظام اسلامی در گروه آگاهی و معرفت عمیق و گسترده عمومی و نیازمند پیوند با سرچشمه تولید فکر ناب دینی و خیل دلبستگان فرهیخته و پرانگیزه انقلاب اسلامی است. سازمان صدا و سیما همچنین به عنوان موتور محرک و مشبق پیشرفت کشور وظیفه پشتیبانی رسانه‌ای همه جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملت و نیز کمک به مدیریت های اجرایی در جهت تامین اهداف و اجرای سیاست های کلان نظام و تحقق سند چشمانداز کشور را بر دوش دارد اهم راهبردهایی که انشاءالله خواهد توانست رسانه ملی را در اجرای این مسئولیت بزرگ یاری رساند به پیوست ابلاغ می شود در پایان لازم میدانم از جناب آقای مهندس زرقامی و همکاران ایشان که توانستند رسانه ملی را در دوری مسئولیت خود به پیشرفتی چشمگیر برسانند که بتواند در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقشی مؤثر ایفا کند، صمیمانه تشکر می کنم. از درگاه خداوند منان توفیق جناب عالی را که مفتخر به انتصاب به خانواده شهیدان معزز انقلاب اسلامی می باشید در انجام این مأموریت خطیر و حساس با تکیه بر عنایات الهی خواستارم و برای شما و همکاران محترمتان دعا می کنم سید علی خامنه ای پانزدهم آبان 1393 حضور شما ارز که آقای سرفراز تا قبل از این معاونت برون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشتند. محمد سرفراز دکترای علوم سیاسی از دانشگاه بیروت دارد و مسلط به زبانهای انگلیسی و عربی است. کتاب او با موضوع تکفیری ها که به زبان عربی در بیروت منتشر شده در میان اهالی رسانه و سیاست شهرت دارد. محمد سرفراز با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی فضای مجازی نیز عضویت دارد. سرفراز از قدیمیترین مدیران سازمان صدا و سیما است. او از سال 1371 معاونت برونمرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت راهبردی بر شبکه های غیر فارسی زبان رسانه ملی را به عهده داشته است. ما میخواییم یک در واقع پنجره جدیدی برای مخاطبین غربی باز کنیم و تا اونجایی که میشه یک نگاه متفاوت و تحلیل متفاوتی رو به اونا ارائه کنه خبرنگاری که برای شبکه محمد سرفراز با راه و مدیریت شبکه های انگلیسی زبان پرستیوی عربی زبان العالم و اسپانیایی زبان هیسپان تیوی و همچنین شبکه آی فیلم نقشی اثرگذار در رسانه ای کردن مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی بین الملل داشته است. شبکه العالم هدف کلیش این هست که مسلمون های جهان رو که به زبان عربی آشنایی دارن از حال و هوای همدیگه آگاه کنه یه وحدتی رو در بین کشورهای اسلامی ایجاد کنه آگاهی بخشی کنه برای اونها در مقابل توطئه ها و نقشه هایی که نظام سلطه جهانی طراحی میکنه محمد سرفراز برادر دو شهید است